اینجا خونه والتر وایت توی سریال بریکینگ بد. داداشمون مواد فروخت. اینی که میبینید یک دستگاه شیشه است. سلام و درود. امروز اومدم به شهر آلباکورکی در ایالت نیو مکزیکو. میدونید به خاطر چی اومدم؟ به خاطر اینکه لوکیشن های فیلم معروف بریکینگ بد رو من اینجا ببینم. تا انتهای ویدیو با من باشید، ویدیو رو لایک کنید که کلی هیجان دارم و میخوام این هیجانم رو با شما به اشتراک بذارم. سریال بریکینگ بد محبوب ترین و معروف ترین سریال هستش که تا الان ساخته شده. این سریال در ایالت نیو مکزیکو در شهر آلبوکرکی که یک آب هوای خشکی داشت ساخته شده. این سریال اول قرار بود در لس‌آنجلس ساخته بشه ولی به خاطر پیشنهادات مالیاتی در شهر آلبوکرکی ساخته شد. اولین کاری که توی شهر آلبوکرکی کردم آدرس خونه والتر رو پیدا کردم که والتر وایت تو اینترنت زدم، زد 38-32 یه جایی به اسم پرمونت که دارم مستقیم میرم به اون سمت. فقط میخوام معماری خونه ها رو داشته باشید، تمام یک طبقه، اصلا چیزی به اسم دو طبقه نداریم و اکثر خونه ها هم بیرونش کاگلیه. ببینید هوا گرمه ولی خیلی بهتر از آریزوناست. گرماش زیاد مثل آریزونا اذیت کننده نیست ولی یه خورده درخت و بوته و اینجور چیزا تو این شهر دیده میشه. گوگل زده که اینجا باید بچرخم، احتمالاً تو فیلم که دیده بودم سر کورنر بود. یه لحظه چک کنم دوباره خونه ها رو ببین. گوگل رو چک کردم، گفت تو خیابون اورلاندو باید بپیچم. اوکی اینه، جلوش نرده کشیدن. از بس این و اون اومدن احتمالاً جلوش نرده کشیدن، زده لطفاً مزاحم نشید. رفتم جلوی خونه، یه تابلو خیلی بزرگ زده که Do not disturb if you stay call to cab، یعنی اگه مزاحمت ایجاد کنی میتونه برات بد باشه. دنبال راه فرار میکردم. خیلی هیجان دارم، شما رو نمیدونم. خونه که اینجوری میبینید جلوش نرده کشیده شده، خونه والتر وایت دیگه، انقدر اومدن حتما بازدید کردن اینجوری دورش رو حصار کشیده. ماشین رو بردم تو قسمت روبروی خونه پارک کردم، همین صورت که میبینید دور تا دور خونه نرده کشیدن. انقدر حتما اومدن گفتم که از اینجا بازدید کردن دیگه، صاحب خونه اوورده یه همچین نرده هایی رو کشیده که کسی مزاحمش نشه. تابلو هم به این صورت، اینجا ورودی خونه است. عکس ماشین والتر وایت رو که میومد اینجا میذاشت رو الان میذارم. توی فیلم این بغل ورودی خونه بود ولی اونجا رو بستن، یه تغییراتی توش دادن که کاملا این مشهوده. اینجا هم دوباره مثل من کسایی هستن که اومدن از خونه والتر وایت یه عکسی رو به یادگار بگیرن. خود آمریکایی هم با این. اینجا دقیقا اول شهر آلباکورکیه. آلباکورکی کجاست؟ آلباکورکی در استان یا ایالت نیو مکزیکو قرار داره و یک منطقه‌ای که فکر کنم 400 هزار نفر اینا جمعیت داره که در وسط یک دشت وسیعی. با این سریال داستانایی دارن.
یه خطر زنگ زدن به پلیس رو به جون خریدم. همینجوری که میبینید الان یه ماشینی میاد، این چیه؟ پلیس نباشه. همینجوری که میبینید ماشین رو یه جا پارک کردم، اومدم جلوی خونه والتر وایت. اینجا پارکینگش، ورودیش، کل خونه‌ش یه جوری خونه رو، یعنی با میله ها حصار کردن که آدم باورش نمیشه. حتی ببین راه‌های کناری رو به این صورت که اصولا برای اکثر مثلا خونه ها بازه این اومدن بستن، حتما آدم اومدن رفتن که شاید یکی اومده دنبال یه چیز بگرده. همسایه که اینجا هست به من گفتش که یه سری اومدن دنبال مثلا پول و اینجور چیزا و اینا میگردن. متاسفانه این چیز اتفاق افتاد. یه همسایه اینجا داره تعمیر کاری میکنه، اون یه سری چیزایی رو به هم گفت و مثل من هم کسای دیگه به این صورت اومدن که این خونه رو ببینن. یه خورده اطراف خونه رو میخوام بهتون نشون بدم که کلی خونه های متفاوتی وجود داره. یه آروی هم اینجا گذاشتم، مدرن، از اونایی که هایزنبرگ داشت. خب جدیدشه، اصلا خلوت دیگه، هیچ خبری از شلوغ نیست. نمیدونم این فیلمو اینجا چجوری ساختن. واو، یه خونه امریکایی اصیل این شکلیه. پرچمو میزنه جلوش، جلو گاراژ. و اینا هاوسن دیگه، آپارتمان نیستن. به سمت لوکیشن بعدی که فکر کنم براتون جالب باشه، کارواش و خونه جسی پینکمن. آقا بالاخره پیداش کردم. اینجا کارواشیه که مطمئنن توی فیلم بارها و بارها عکسشو دیدید. از اینجا هم کاملا مشخصه که این همون کارواشه. واو، کارواشی هستش که مطمئنن بارها و بارها در فیلم دیدیم که هم والتر وایت اینجا رو خرید، پولشویی کرد و به همراه خانمش اسکایلر اینجا رو میگردوندن. توش خیلی بزرگه. من دیدم که یه 15-20 نفر هم حداقل دارن این تو کار میکنن که اکثرا هم مکزیکی بودن کارمندش. برم ببینم توشو میتونم بگیرم براتون. حال میکنینا دیگه، کجا ببرمتون؟ بکوب اون لایک لعنتی رو. یه فوزولی بکنیم دیگه. بچه ها لطفاً دارین در حالی که از این فیلم لذت میبرین ویدیو رو لایک کنین تا این ویدیو حمایت بشه. مرسی. داخلش همچین چیزیه، فکر کنم صندوق و اینجور چیزا هم اون جلو باشه. برام جالبه که عکسی از والتر و اسکایلر و اینا اینجا دیده نمیشه. داشتم به این فکر میکردم که یک فیلم چقدر میتونه توی زندگی خیلی از آدم ها تأثیر بذاره. من کجا، ایران کجا، بریکینگ بد کجا، کار باشه لعنتی کجا. واو، سوار رنجر شیم. درشم باز گذاشته بودم. بریم به سراغ جای دیگه. وقتی انرژیم بالا باشه ها، همه کار میکنم، همه کار. برای آرزوتون تلاش کنین، بهش فکر کنین. و من به اینو فکر میکردم که برام اتفاق افتاد. راستی چقدر من قلچماخ شدم از بس اومدم فسفود زیاد خوردم اینجا. در حال رفتم به لوکیشن بعدی هستم، خونه سروان هنگ، که یعنی با جناق والتر بود دیگه. چرا انقدر بنیامین میچرخونی؟ که یه 10 دقیقه با کارواش فاصله داره.
یه تصادفم با ماشینه با موتور هارلی اینجا شده. فقط خونه ها رو دارید معماریشون و بیرونش همینه، یه کاری کردن که به جغرافیای شهر آسیب نخوره. فقط معماری خونه ها رو ببینید، باور کنید بیشتر احساس میکنم که اومدم یزد تا یکی از شهرهای آمریکا. خونه سروان هنگ چسبیده به کوه. اینجاست پلاک 49-01. آها تو اینترنت دیدم همینه، همین که نیم دایره داره. آها عجب، واو. اینجا خونه سرهنگ شوردر، هنگ شوردر تو فیلم، شماره خونه 49-01. ورودیشه که ماشینشو اینجا نگه میداشت. خونه های اطراف رو انگاری اومدی با فوق یزد، انگاری اومدی میبود. یه چیزی رو بگم، من بیشتر از خونه شیفته این معماری شهر آلبوکرکی شدم. سراغ یکی دیگه از لوکیشن ها، دو سه تا مونده فکر کنم. هوا گرم شد. یه چیزی که اومد توی ذهنم، آقا ما چرا دنبال چیزای اصلا داستان هستیم؟ داستان کلا ما ایرانی ها دوست داریم دیگه. حساب کن الان خود من اومدم توی یه شهری که داستان مواد مخدر توش بوده، برامون جذاب بوده. مستند میسازم، مثلا $100 هزینه میکنم میرم یه موزه ای رو میبینم، یه جایی رو میبینم، مثلا تو اینستاگرام 200,000 نفر دیده میشه. مستند درباره هوملسا میسازیم، 6,000,000 دیده میشه. داستان دوست دارین دیگه. آلباکرکی انگاری داستان زیاد داره. مامورای مواد مخدر در حال گشت یک ماشین شخصی. از شهر داستانه که میباره ها. به سمت خونه جسی پینک پنک میرفتم، البته یه سری افراد رو دیدم به این صورت که کنار جاده ها هستن، می نشینن و درخواست کمک میکنن. دیگه نمیان شیشه رو بزنن و اینا. کسی که میخواد بهشون کمک کنه کمک میکنه. و اینا بگم که لوکیشن خونه جسی پینکمن از همه دورتر بود، 25 دقیقه از شهر دورتر. همه توی شهر آلباکرکی ماشین کمپر دارن، اونم مدرنش خدا میدونه. همه بعد از دیدن فیلم بریکینگ بد خواستن که خداسه یه ریسکی تو زندگیشون بکنن. بالاخره رسیدم به قول مرحله آخر، خونه جسی پینکمن. یا خدا چقدر محله زیباست. فکر کنم زیباترین محله آلباکرکیه، یه جای خیلی لوکس. اینم خونه جسی پینکمنه، اون گاراژشه که تو سریال دیدید. از اونجا یه در چوبی داره وارد میشه، یعنی ورودی خونه اونجاست. انقدر اینجا شیشه کشید که مادرش این خونه رو ازش چجورایی پس گرفت. اونم در ورودی خونه است، دوباره گاراژ و اینجوری چیزا. حساب کن که 2 سال اینجا در سال 2008-2009 فیلم برداری خاصی انجام شده. محله بسیار شیک و خاصی به نظر میرسه. هیچ اطلاعاتی ندارم، ولی از ظاهرش میتونم این رو حدس بزنم.
اینم یه ورودی خونه جسی پینکمنه که توی سریال اینجا ماشینشو پارک میکرد، از اینجا مستقیم میرفت. خونه بزرگم هست منطقه. بچه تازه یه چیزی رو فهمیدم، آلباکورکی شهر میگ میگم هست. میگ میگ. یکی دیگه از لوکیشن ها سالونی هستش که اینجا چند بار صبحونه خوردم به اسم بریکفست اینی تایم، الان بسته است. اگه بخوام داخلش رو نشون بدم، چند باری اینجا لوکیشن فیلم برداری بریکینگ بد بود. تابلوها رو دارین، قیافه ها تو یه شهر اکثرا اسپانیایی تو یعنی مکزیکی توری میزنه، اند خلافه. بعد از 20 دقیقه رسیدم به لوکیشن رستوران لوس پولوس هرمانوس که اسمشو الان عوض کردن، تویستر گذاشتن. کنارش همچین کاروانی وجود داره، خیلی شبیه کاروان آقای هایزنبرگ، شاید همون باشه نمیدونم، ولی اون انگاری ترکوندن. میخوام برم داخلش ببینم چی میفروشن. تمام معاملات بزرگ مواد مخدر هایزنبرگ با اون یاروگسه اینجا با همدیگه قول و قراراشون اینجا بودن. ورودی همچین حالتی داره. داخل رستوران میخوام بهتون توضیح بدم، اولا اینکه اینجا دوتا سر گذاشتن، جسی پینکمن و هایزنبرگ، که مردم میرن پشتش وای میسن و عکس میگیرن. مهمترین چیز اینجا این قسمته، اینجا واو عکس پوشه از بازیگرا گذاشتن که به این صورت اینجا دیده میشه، صاحب رستوران جسی پینکمن و هایزنبرگ، و اینم که قطعا اون یارس اسمش یادم نیست، ماشینی که هایزنبرگ استفاده میکرده، به این صورت تیمی که در اون زمان فیلم برداری میکرده. مردم میان اینجا دست نوشته مینویسن، دانش آموز ها میان دست نوشته اینجوری مینویسه. یه دفترم وجود داره که به این صورت کلی دست نوشته نوشته شده، عکس والتر وایت به این صورت اینجا کشیده شده، تولدش رو تبریک گفتن. و چقدر جذاب. منم میخوام یه چیزی بنویسم. اینم صاحب اصلی الان سرهنگ، سربان هنگ هم اینجا اومده، عکس معروفش. در اون زمان اسمش لوس پولوس هرمانوس بود که الان تغییر استاده. منم اینجا یه چیزی سفارش دادم که بخورم، و یه چیز جالبی که اینجا وجود داره، الان تور بریکینگ بد وجود داره که شما رو سوار میکنم به جایگاه های مختلف به این صورت میبرن. و به صورت نمادین دو تا ظرف آزمایشگاهی اومدن اینجا گذاشتن و یک دستگاه شیشه ساز متامفتامین، که اینی که میبینید یک دستگاه شیشه است. جالبه. اینی که میبینید یک دستگاه شیشه است. اینجا رو دیدم شدیدن گشنم شد. یه غذایی مخصوص این رستوران به اسمش بوریتوسه، با گوشت درست میشه و سبزیجات. این انتخاب کردم به همراه نوشابه. غذای اینجا رو خوردم، اصلا تعریفی نداشت، ولی به خاطر اینجا کسی نمیاد، فقط و فقط کسی هم که میاد به خاطر لوکیشن این فیلم میاد. جالب بود. تو
شهر آلبوکرکی تا دلتون بخواد شما نوشته اسپانیایی میبینید. اینجا انگاری رستوران چیه؟ تاکوئرا ال درادو، احتمالاً رستوران. حالا یه هاستلی توی شهر آلبوکرکی رزرو کردم، همه موادکش داغون. رفتم داخل اتاق دیدم کثیف. بیا داداشمون مواد دو فروخت. یارو میدونسته کجا بیاد فیلمو بسازه. اینم دومیش، اونم اون بالا سومیش. به جان مادرم قسم، انقدر مواد مخدر کشیدن، بوی علف اینجا منو کشت. چه کثافتی. میرم تو ماشین میمونم اینجا، ولی نمیمونم. وای بوی گله، چیه؟ چه کسشریه. در آخر امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی. شک ندارم که از این ویدیو لذت برده باشی. لطفاً احساستونو درباره این ویدیو به هم بگید، ویدیو رو لایک کنید، چون خیلی دوست دارم بدونم که آیا منی که این همه راه اومدم و زحمت کشیدم و شمایی که دارین الان اینو میبینید ارزشش رو داشت یا نه. دمتون گرم که با من هستی، با من باش، دنیا رو بگرد، رویا پردازی کن، بعدش خودت دنیا رو بگرد. چی گفتم؟ خیابانی شدم. خدافظ.